با یاد خالق مهربان عرض سلام و درود دارم خدمت یکایک شما عزیزانی که همین لحظه ما را از طریق پرده های تلویزیونتان بیننده هستین. موضوعی را که امروز به بحث راه درمان میگیریم در ارتباط با اگروفابیا یا بازار ترسی یا هراس و ترس از بازار و در بین جمع قرار گرفتن است. بنابراین شما هم اگر در ارتباط با این مسئله سوال دارین، چون برنامه به شکل زنده است و شماره تماس برنامه 020-250-3444 است، شما میتونین به همین شماره به تماس شوین و سوالتان مطرح کنین و جواب سوالتان دریافت بکنین. قابل یادآوری است برای عزیزان که آدرس و تماس جناب دکتر صاحب خواسته بودن، تماسشان 0767-616130 و آدرسشان کابل کارته 4 کوچه مخابرات مجتمع دکتران مهربان است. بر بحثای بیشتر و تخصصی دکتر صاحب وحید بارگزه همراه با ما هستند. دکتر صاحب خوش آمدین به برنامه. تشکر. سلامت. سلامت باشین. سلام عرض کردم خدمت شما، خدمت بیننده عزیز. آمدن ماه مبارک رمضان برای شما تمام عزیزان از خیر مقدم عرض میکنیم. امید که ماه پر از برکت و صمیمیت و آرامش داشته باشیم. بله انشاءالله. سپاس دکتر صاحب. دکتر صاحب در ابتدا خوب است بفهمیم که اگروفوبیا چی است تا بیننده های عزیز یک آشنایی پیدا کنند با این اصطلاح یا بازار هراسی. بسم الله الرحمن الرحیم. بازار هراسی یا اگروفوبیا به ترس یا اضطراب شدید در مورد مکان های اطلاق میشه که گریز از او مکان ها ممکن است دشوار باشه. یعنی مریض وقتی در این مکان ها قرار میگیره، ترس از این داره که یک حالت ناگوار سر مریض، سر شخص بیایه، یا امو اختلال عمله وحشت زدگی که هفته گذشته در موردش بحث کردیم، علائم شستت نفس، تنگی و لرزه و افزایش ضربان قلب، حرق سرد بود، ای حالت سر مریض بیه، یا سایر علائم غیر قابل کنترل برای مریض اتفاق بیفته که باعث شرمندگی یا خجالت زدگی نزد دیگه مردم شوه، یک تفکر غیر منطقی نزد شخص ایجاد میشه دیگه، فکر میکنه از حالت ها گریز یا فرار برش مشکل است، از او خاطر ترس داره و خودداری میکنه از حاضر شدن در این مکان های مزدحم. یه به نام اگروفوبیا یا بازرسی یاد میکنه. درست. این اصطلاح لاتین اگروفوبیا در مجموع چی معنی میده و درباره تاریخچه از این مرض اگر معلومات بدین؟ تشکر. اصطلاح اگروفوبیا از دو کلمه لاتین گرفته شده. اگرو به معنی بازارگاه یا جای مزدحم. فوبیا به معنی ترس. ترس از جای مزدحم. در کل بازارگاه یعنی هر جایی که معمولا بازارگاه یعنی جای بازار، یعنی جای ازدحام. در جایی که ازدحام باشه، ترس از ازدحام میتونه باشه، چی بازار باشه چی یک مکان دیگه باشه، ترس از ازدحام یا شلوغی بیروباری دیگه. در مورد تاریخچه این مرض برمیگرده به سالهای 1871 که قبل از این سال این اختلال وجود نداشت، کسی در مورد معلومات آگاهی نداشت. در اون سالها بود که دانشمندای بخش روانشناسی یا سایکولوژیست ها این اصطلاح را برای اشخاص به کار بردن که او از پانادن یا از رفتن به این مکانهای ازدحام یا مکانهای عمومی ترس داشتن، نمیتونستن. بعدها دیگه آرام آرام سرزی دیگه معلومات و اکتشافات صورت گرفت و به نام یک اختلال روانی زیر مجموعه انزایتی ها استرابات در اومد که امروز به نام یک اختلال مجزا شناخته میشه به نام اگروفوبیا. و این میتونه در بین اراس ها یا فوبیا ناتوان کننده ترین اراس باشه، به خاطر از اینکه به صورت بسیار گسترده میتونه توانایی کارکردی شخص میتونه در محیط های اجتماعی و شغلی مختل بسازه. بله. یعنی اگر ما شخص به یک محیط بیرون کار میکنه، چون به محیط بیرون کار میکنه، به دفتر است یا جای دیگه است، چون ترس در اوجه وقتی با دیگه همکارا و با دیگه کسا سرکار داشته باشه، ترس میخوره، میرن باعث اختلال یا پرابلم در محیط کاری، محیط اجتماعی شخص ایجاد میشه. قبلا شخص با همراه دوستا به محافل خوشی، شادی، غم اشتراک میکرد، اما حالا چون ترس از اجتماع داره، ترس از ازدحام داره، این وظایفش هم مختل میشه. یعنی در بین فوبیا های دیگه، سایر فوبیا داریم، اسپسایک فوبیا هست،
دیگه سایر فوبیا که هست، این میتونه در بین از فوبیا ناتوان کننده ترین فوبیا باشه. و دانشمندایی که در آمریکا در بخش اختلال وحشت زدگی کار میکنن، نیرو یک آرزه از اختلال وحشت زدگی میدونن در اصل. یا ساده تر بگیم، ترس مریض در این حالات از به وجود آمدن میام اختلال عمله پانیک است. بله. از اون خاطر اینا میگن شاید که جزئی از اختلال وحشت زدگی یا پانیک باشه. به هر حال به نام یک اختلال مجزا در کتاب ذکر شده و معرفی شده. بله، یعنی در بین تمام اختلالات ترس زا، مثل یک ترس از ارتفاع داره، یک ترس از طیاره داره، در بین از اون همه اونا این ترس مشکل تر است و جدی تر است، به خاطر از اینکه شخص نمیتونه در اجتماع خودش در بین یک جمع حضور پیدا کنه 100%. به خاطر اینکه یعنی وظیفه هم گرفته نمیتونه قبلا اگه وظیفه داشته، حالا فعلا وظیفش مختل میشه، کارفرما یا مدیر از کارکردش ناراضی است، باعث ایجاد وجود آن مشکل برش میشه، آرام آرام باعث میشه که خیر ببینه، باعث میشه که انزوا اختیار کنه، از اون خاطر کارکرد خود از دست میده. بله، درست. وقوعات این مرض چگونه است؟ بیشتر نزد کی ها به وجود میاد؟ وقوعات این مرض در کل یک اختلاف هست در مورد دقیق وقوعات از این، اما به صورت تخمینی یا تخمینایی که شده، آزمایشاتی که شده، 2-6% برآورد میکنن که در یک اجتماع، یک در یک جامعه 2-6% افراد میتونن مصاب بسازه. مثلا در بین 100 نفر 2-6 نفر میتونن که مصاب این مرض باشه. در تمام اشخاص میتونن مصاب باشه، بازم طبقه اوناس میتونن بیشتر در این بخش در مصاب باشن، درگیر باشن. در اشخاص کلانسال به فیصدی کمتر مصاب میشه. یعنی اطفال هم میتونه به این مرض مصاب شه و از اجتماع خودداری کنه، گوشه نشین باشه؟ میتونه. خب باز باید تشخیص تفریقی شه با دیگه همرازی که هست، باید با مقالطه نشه که دائنده ادامه با سر از او میایم شده. بله، درست. معیارهای تشخیصی اگروفوبیا کدام ها هست که بر اساس از اون بتونیم بفهمیم که آیا دچار اگروفوبیا یا بازار هراسی شدیم یا خیر؟ قبلا هم گفتیم که برای تشخیص یا شناختن هر اختلال دانشمندا یک معیارات را تعیین میکنند تا او بهتر شناخته شود. دیگه برای اگروفوبیا هم دانشمندای بخش روانشناسی یا سایکولوژیست ها یک تعداد سمپتوم ها یا علائم یا کریتریا تعیین کردم که باعث میشه که تشخیص کنیم که شخص مثلا به این مرض است یا نه. از جمله 8 یا 9 کریتریاست که در ادامه ذکر میکنیم. کریتریای اولش که کریتریای ای یا اول میگن، ترس یا استراب شدید حداقل در 2 مورد از 5 موقعیت باید ترس داشته باشه. یعنی شخص در 2 مورد، حداقل 2 مورد از 5 موقعیتی که در ادامه میگیم باید ترس یا استراب داشته باشه. اگر بیشتر هم داشته باشه خودم مشکل نیست، اگر از 2 مورد کمتر است باز اگرافوبیا گفته نمیتونه. موقعیت های زیر شامل استفاده از وسایل نقلیه عمومی میشه. شخص ترس داره که در موتر سوار شده، از اتوبوس، از استفاده کردن اتوبوس یا سوار شدن در اتوبوس میترسه. از سوار شدن در هواپیما، کشتی یا قطار یا ترس تجمع نفر بیشتر باشه، اینو میترسن، ترس میخورن. بله، دیگه از بودن در فضاهای باز ترس میخوره، مثلا پارک ها، پل ها یا مراکز یا پارکینگ های بزرگ. درست. از این در این مکان ها ترس میخوره، باعث ترس استرابش میشه. دیگه از بودن در فضاهای بسته مثل سینما ها، تئاتر، فروشگاه یا ترس میخوره، باعث ترس وجود من ترس استراب میشه. دیگه یا اینکه استاد شدن در صف، مثل صف نونوایی یا صف بانک یا چیز دیگه که باشه، باعث وجود آن ترس استراب در شخص میشه. دیگه تنها ماندن خارج از خانه، این باعث وجود آن ترس استراب میشه. حداقل 2 مورد باید نزد شخص از این 5 مورد باشه که ما بتونیم بگیم که شخص اگروفوبیا یا بازار هراسی داره. البته کریتریای دیگه هم که در ادامه میگیم هم باز لازم است. در کریتریای بیش یا کریتریای دوم میگه شخص به دلایل زیر از این موقعیت‌ها اجتناب میکنه. به دلایل زیر اجتناب میکنه که
بیشتر گفتیم ما بودا هم حالت که کنترل کرده خود نتونه علائم که کنترل کرده نتونه از توانش خارج شوه یا مو اختلال وحش زدگی حمله وحش زدگی یا حمله پانیک نزدش اتفاق افتاده که و باعث شوه که دیگه اثرش تمسخر کنن یا ریشخند کنن. خب اینمی خودش یک تفکر غیر منطقی است، یک ایلوژیکال تات است، به خاطر از اینکه شما خب بهتر میفهمید که یک جامعه اسلامی زندگی میکنیم، الحمدلله مردم هم مسلمان هستن، دیده باشیم که هر وقت بر یک برادر ما یک مشکل اتفاق افتاده باشه مردم ها عاجل میدونن امراش همکاری میکنن بدون از اینکه تمسخر کنن، همکاری میکنن یا به شفاخانه یا به خانهشان میرسونن. اما چون نزدزی ها یک تفکر غیر منطقی یا ایلوژیکال تات نزدزی ها وجود داره یا امی ترس نزدشان هست، از او خاطر خودداری میکنه. دیگه در کریتریای سیش میگه که تقریبا همیشه امی موقعیت های گذره رسی یا همین موقعیت های ترس آور نزد شخص باعث وجود آمن ترس استراب میشه. ایتو نیست که مثلا امروز رفت سینما رفت یک استراب یک ترس یک گراس ایجاد شد باز فردا برای کدام مشکل نیست. یعنی هر وقت که در اون محیط سینما قرار بگیره باعث وجود آمد یک استراب ترس شدید نزدش میشه. دیگه در کریتیری دیش میگه که بیمار یا مریض فعالانه از موقعیت ها اجتناب میکنه، نمیخواه که در این موقعیت ها حاضر شده یا در ببودن یا حاضر شدن یا رفتن به این مکان ها نیاز به یک همراه داره. باز اگر امرش کسی باشه میتونه به یک شکل بیترتر ترسش کمتر باشه کنترل کنه ادامه بده. درست. یا ای که با بسیار ترس استراب شدید یالت کنترل میکنه. دیگه در کریتریاییش میگه که یه اشخاص ایمی ترس استرابی که به وجود میایه بیشتر از اون چیزیست که ما فکر میکنه. یعنی بیشتر از اون چیزیست که دیگه افرادی که با این مرض مصاب نشدن بیشتر از اون چیز است. شاید بعضی مردم عادی بگن خدا میسازه و یک چیز گپ ناقص یک گپ دیست سرش فشار بیان هیله و نیرنگ است، اما نه واقعیت یک چیز نیست. این با زمینه اجتماعی و فرهنگی ناسازگار است، نامتناسب است. هر فردی که این اختلال سپری کرده باشه درک میکنه که او سر مریض چی وضعیت میه. که سپری نکرده باشه میگه که این کدام چیزی گپ ناقص. از او خاطر این نیم ترس استرابی که به وجود می آید بیشتر از چیزی است که دیگه اشخاص فکر میکنن. و کریتریای F یا ششمش میگه که این ترس ها یا استرابات حداقل برای 6 ماه بعد ادامه پیدا کنه. درست. حداقل بعد 6 ماه یا ادامه داشته باشه. کمتر از 6 ماه باز نمیتونیم بگیم که یک فوبیا است یا بازرسی است. در کریتریای G میگه ای با کدام اختلال روانی دیگه بیتر توجیه نشه. مثلا اینمی اختلال میتونه در اختلال اسپیسایک فوبیا ایجاد شده. فرقش با او در امیز که در اسپیسایک فوبیا شخص از یک چیز خاص ترس داره. بله مثلا بله تماس بگیریم. بله سلام علیکم. سلام علیکم خوب هستین؟ صحت من؟ شما خوب هستین؟ زنده باشم. بفرمایین خواهر عزیز. سوال دارم دکتر. بفرمایین سوال میشه که در ماه رمضان که میشه ما روزا میگیریم باز بسیار همی گردای ما درد میکنه. بسیار گردای ما درد میکنه وقتی که افطار میکنم و به چیزا که می نشون باز یک ذره دردش آرام میشه. یک ریزش میکنم در وقتی رمضان. زکام میشم بسیار. هر سال هم زخم میباشم. بله پس سوال شما چی است خواهر عزیز؟ دقیقاً کار روزه بگیرین یا خیر چی؟ نمیفهمم گرزه من بسیار درد میکنه. من سوال ما از دکتر سویس که روزه بگیرم نگیرم چی کنم؟ درست است درست است. چی بخورم یعنی که درد شورا میشه؟ خدا نگهدار. خب دکتر سویس به ادامه بحث ادامه بتیم بعدا جواب خواهر ما رو میدیم. با اسپسیفیک فوبیا گفتیم که باید این مقاله تنها شود تشخیص تفریقی شود. در اسپسیفیک فوبیا گفتیم که شخص از یک چیز مشخص ترس داره. اما در این از مکانهای مزدحم مر جایی که ازدحام باشه ترس باشه وجود آن ترس استراب میشه. دیگه با اختلال
وسواس جبری یا obsessive compulsive disorder ها باید این مقالطه نشوه. دوام یالات ها ایجاد میشه. دو قسمی است که شخص یک تفکر مزاحم یا نشخوار فکری در ذهنش ایجاد میشه که اگر من از خانه بیرونشم کسی برم بشخند نکنه، کسی برم آزارم نده، کسی برم دیگه تماس بگیریم. اول دکتر صاحب، بله سلام علیکم. بله سلام علیکم، خوب هستین؟ بخیر هستین، سلامت باشین. بفرمایین سوالتان برادر. ببخشین یک سوال داشتم از دکتر صاحب، در می رمضان چی بخوریم که بر معده ما ضرر نکنه؟ که بر معده تان ضرر نداشته باشن؟ بله، کدام غذا مفیده؟ درست، درست هست برادر، خدا نگهدار. در این اختلال شخص افکار مزاحم یا نشخوارهای فکری در پیش خود می داشته باشه و باعث از این میشه که در اجتماع بیرون نشوه، در خانه باشه، میشه باید با او تشخیص تفریقی شوه. دیگه میتونه این حالت در پیتیستی یا عوامل بعد از ثانیه ایجاد شوه. مثلا شخص رفته تفریح، رفته در تفریح در منطقه یک حادثه اتفاق در یک ثانیه ایجاد شده، یکی از اعضای فامیل خود از دست داده، دیگه بعد از او حادثه همیشه از رفتن به منطقه ترس که من بودا کدام حادثه بار دیگه باش تکرار شده. با یا باید تشخیص تفریقی شده. دیگه با اختلال بدریختنگوری بدن میگه یا بادی دیسمورفیک دیزاردر ها باید تشخیص تفریقی شده، مغالطه نشده که دو شخص یا هیچ نقص حیب در وجودش نیست، در بادی یا در ظاهرش نیست، یا اگر هم هست چیزی بسیار اندک است. او همیشه در فکر نزیست که من یک دهی به کلان دارم، یک مشکل کلان دارم، یک چیز جزئی بسیار کلان پیش خود جلوه میده و باعث میشه که به اجتماع نبرایه، همیشه تنها باشه، در خانه باشه، که من بودا این باعث شرمساری یا باعث تمسخر شده. متاسفانه زیاد آمه است در بین اجتماع و خصوص در طبقه خانم ها که یکی ترس از تمسخر شدن داره، بعد اجتماع داخل نمیشه که مبادا مرا تمسخر کنن، یا همیشه یک نفر همراه خود میبره که ترس از تنهایی همچنان میداشته. واقعیت است این چیزی که ما دیدیم بیشتر در طبقه نوجوان ها یا معسلین که هست، جوان ها که شروع دایره پنتون هستند یا زیاد دیده میشه. در خانم ها یه اختلال بدریختنگاری زیاد دیده میشه، زیاد چون خانم ها بیشتر به زیبایی و ظاهر اهمیت میدن، از خود ریا بسیار برشان اهمیت داره. خود در کل باید به این امراض، باید ای در اثر این امراض نباشه ای ترس و استرس، اینو جدا شوه، جدا شوه. در صورتی که یا نبود باز میتونیم تشخیص اگروفوبیا یا بازار رسیر بانه میشه. بله درست. دکتر صاحب، با کدام امراض دیگه اشتباه گرفتم؟ میشه که تقریبا نمی امراض بود یا کدام مرض دیگه هم باقی مانده؟ یکی این امراض بود، یکی امراض بخش داخله است. در بخش برای تشخیص تفریقی ازی یکی امراض بخش داخلی است، یکی امراض روانی است. در بخش امراض داخلی تمام امراضی که میتونه باعث به وجود آمدن افسردگی یا استراب شده باید تشخیص تفریقی شده. مثلا شاید بگین که کدام امراض داخله سبب وجود افسردگی یا دپرشن نزد شخص میشه. شخص می‌دونیم مثال می‌دیم که تکلیف قلبی داره، با مدت طولانی مدت دوای قلبی استفاده میکنه. خب پیش دکتر روانی مراجعه میکنه، میگه دکتر صاحب من تا چی وقت دوا بخورم؟ بله خسته شدیم از دوا خوردن. درست. دیگه مشکلی است که به خاطر مشکل قلبی به کار مراجعه کردن نمیتونه، رستابشون در خانه بیکار است، همین باعث به وجود آمدن افسردگی و ناراحتی و تشویش برش ایجاد میکنه و آرام آرام مریض به طرف افسردگی سوق میده. باید با این حالت ها تشخیص تفریقی شود. یا شخص مثلا در اثر یک ثانیه یک قسمت اعضای بدن خود از دست میده، طبعا دیگه سر مریض، سر روان انسان تاثیر میکنه، باعث افسردگی میشه، باعث خلطنگی میشه. قبلا میتونست با پای خود تفریح بره، ورزش کنه، فوتبال بره، هم مال یک پایش نیست، این باعث افسردگی و خفتنگی برش ایجاد میکنه. بله درست. دکتر صاحب، در ابتدا جواب سوالای وطنهای عزیز ما رو بتیم، بعدن به ادامه بحث
یه قدم اول برادرم که به تماس شده بودن گفتن در ماه رمضان چی بخورن، کدام غذاها بر معده مفید است؟ سوالشان نامشخص بود، آیا یا معده‌شان مشکل داره یا نه. دیگه اگر معده‌شان مشکل داره پیش دکتر بخش داخله مراجعه کنن، معاینات میشه و دکتر صاحب بخش داخله بهشان دوام میدن، مشکلشان حل میشه. دیگه اگر اونقدر مشکل خاص نداره، اون چیزی که غذاهایی که سر معده‌شان بد میخوره، مثلا تندی، ترشی، بله دیگه، یا مثلا بعضی از متنای ما زیاد به یک بار نان بیش از حد اندازه میخورن که باعث میشه معده بیش از اندازه پر شود و این باعث وجود آمدن اسید بیش از اندازه در معده میشه و باعث سوخت دل و بعضی مشکلات دیگه ایجاد میشه. غذا را کم بخورین، بعد دفعات متعدد بخورین. دیگه اون غذاهایی که سر معده تاثیر بد میکنه بر شما مهار استفاده نکنین. دیگه چیزی که با او راحت هستیم که دا مشکل نیست استفاده کنیم. بله درست. همچنان خواهرم رو گفتن که بسیار گرده درد میشه و همچنان زکام هم میکنن در ماه رمضان، های روزه بگیرن یا نگیرن؟ اگه بگیرن چی بخورن؟ دیگه تنها در این ماه رمضان اتفاق افتاده یا در رمضان در ماه های گذشته هم این میادسه تکرار میشده؟ به هر صورت میشه که مراجعه کنن پیش دکتر بخش امراض گرده که هست، پیش از او مراجعه کنن. اگر تکلیفشان حاد باشه دکتر صاحب نظر به مشوره دکتر صاحب باز میشه که روزه خود روزه نگیرن. چون خداوند گفته که اگر کدام کارمند صحیح توصیه میکنه مشکل نیست روزه رو نباید ما بگیریم. دیگه اگر مشکلشان عاد است، شدید است، دکتر بهشان توصیه میکنه روزه نگیرن. برای از اینکه زود زکام میشن و کوشش کنند، چون هوا محیط آلوده است، هوا خراب است، از ماسک استفاده کنند و از تقویت یا مقاومت بدن خود بالا ببرند، از غذایی که ویتامین سی داره مثل لیمو، مرچ، چیز دیگه استفاده کنند تا مقاومت بدنشون بالا بره که زود زکام نشه. بله درست. دکتر صاحب، اگروفوبیا آیا قابل درمان هست یا خیر، و اگر است چگونه صورت میگیره درمانش؟ قابل درمان هست به دلیل از اینکه خود پیامبر ما از ما گفتن که خداوند هیچ مرضی را پیدا نمیکنه مگر اینکه تداویش پیدا کرده باشه. قابل درمان هست، اما بیشتر دانشمندان این بخش تاکید میکنن که چون ترس مریض از مو به وجود آمدن اختلال مو عمله پانیک است یا مو عمله وحشت زدگی است، اگر نزد اشخاص این کنترل شوه، بازار رسی یا ترس از ازدحام خود به خود کنترل میشه. یعنی اگر ما برای مریض ای تو عقیده ایجاد کنیم که اگر تو رفتی یک جای ازدحام، رفتی بیرون از خانه، رفتی هیچ حالت سرت نمیه، هیچ حمله بر اتفاق نمیفته، که اگر یانن کدام حمله اتفاق افتاد کمکت میکنن، کسی بر تمسخر و رشخند نمیکنه، باز شاید بتونه یا بسیار اون مکانهای مزدحم رو براتی کنترل کنه. دکتر صاحب، روان درمانی بالای از این مریضا چگونه خواهد باشد؟ چطور تاثیر میمونه؟ اولا خود تداویش است که در بخش تداویش ما از این تمام اختلالات روانی ما دو گزینه تداوی داریم، یکی تداوی دوایی است، یکی تداوی روان درمانی است. تداوی دوایی از این مریضا از دوای خواب‌آور یا بنزودیازپین ها استفاده میکنه که برای مدت 15 یا 20 روز ما میتونیم مثل الپرازولام، لورازپام، کلونازپام، چون این دوا تاثیرات سریال سیر داره، ما میتونیم از این دوا استفاده کنیم که مریض دفعتن که استفاده میکنه برای 15 یا 20 دقیقه بعد آرام میسازه. و البته این دوا با به شکل کامبینیشن یا ترکیبی با سایر دوای دیگه که در دوای اصلی بخش به شمار میرن استفاده میشه، که دوا به نام SSRI ها یا سیرتونین سلکتیو ریاپتیک اینهیبیتور ها میگن، مثل سترالین است، فلوکسیتین است، سیتالوپرام است، به شکل از یا کامبینیشن استفاده میشه. این دوا که از معمولا تاثیرات خود بعد از هفته دوم تاثیراتشون شروع میشه. دیگه برای دو هفته اول از که تا تاثیرات این دوا شروع میشه، ما از بنزودیازپین های دوای خواب‌آور که سریع تاثیر است استفاده میکنیم. بعد از اینکه این دوا تاثیرات خود شروع کرد، ما دوا را قطع میکنیم. بدل از اینکه وایت یاد آور میتونه باشه، میتونه سر حافظه اختلالات را ایجاد کنه، از خاطر اون بیشتر از دو هفته یا نهایتا 20 روز استفاده نمیکنیم. دیگه همچنین دوای دیگه است به نام TCA میگه، ترایسیکلیک آنتی‌دپرسانت ها میگه، که هم میشه که در این بخش استفاده شود، اما استفادهش نسبت به SSRI ها کمتر است، چون عوارض
جدی داره، از خاطر کمتر معمولا استفاده میشه. دیگه در بخش رواندرمانیش بیشتر مربوط روانشناس ها میشه، اما در بخش رواندرمانی، رواندرمانی حمایتی است که باید از مریضا حمایت شود. دفعه های انطباقی نزد از مریضا تقویت شود. مثلا یه برای از خود فهمونده شود که در ایالت هیچ مشکل برات ایجاد نمیشه، کسی سر ریشخند یا تمسخر نمیکنه، بلکه کمکت میکنه. دیگه رواندرمانی بینش مدار است. بینش یا آگاهی یه اشخاص باید نسبت به یه امراض بالا برده شود. رفتار درمانی است. دیگه شناخت درمانی است. درمان دیگه است که به نام درمان مجازی میگن و استفاده از وسایل کامپیوتری است که در چشمای مریض مانده میشه، صحنه‌های ازدحام، خود یک صحنه ازدحام یا مزدحم احساس میکنه و میبینه که کدام حادثه، کدام گپ اتفاق نفتاد و باز آرام 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 او را به واقعیت این صحنه را سرش تکرار میکنن که بتانه امو انطباق یا تطابق خوده دیم سنا حاصل کنه. ولی میتونیم اکسپوژر تراپی هم بگوییم که در معرضش خیر ببینید. او اکسپوژر دیگه امراض مثلا در فوبیای مشخص استفاده میشه. مثلا اگر یک کس از یک چیز خاص ترس داره، او را در معرضش آرام آرام به تدریج در معرضش قرار میدم که ترسایش آرام آرام زاهل شه و از بین بره. اما این درمان مجازی برش میگم. درست. دیگه در بخش باز روانشناس ها بیترتر میتونن کار از واسه میترتر میتونن معلومات بدن. بله درست. دکتر صاحب در دقایق اخیر برنامه هستیم، آخرین گفتنی هایتون رو بگویم. تشکر، سلامت باشین. گفتنی خاص نداریم. اگر بیننده ما متنای از ما به این مشکلات سر دچار میشن، میشه که از نزدیک مراجعه کنن به ما یا کدام دکتر صاحبای دیگه. ما در خدمتشان هستیم دیگه، با امید از اینکه طاعات عبادتشان در این ماه مبارک مورد قبول درگاه حق واقع شود. تشکر از شما، سلامت باشین. تشکر. دوستان عزیز، بعد از این در بخش روانی و عقلی و عصبی دکتر صاحب وحید بارگزای را هم با خود می داشته باشیم، همکار برنامه ما هستند. سپاس از اینکه تا حال همراه ما بودین. این بود برنامه امروز ما در ارتباط با اگروفوبیا یا بازار هراسی. تا برنامه بعد، خدا یار و یاورتون.